I don't think that any work of art to so-called public today is public like my project. So the fabric would be like this, and then like that? Yeah, with extra material to create a nice folds and fabric and creating new volumes. The world can live without this project. دنیا بدون این پروژه ها باقی میمونه. ولی من نمیمونم. اینا بخشی از وجود منن. هیچ وقت نمیتونم متوقفش بکنم. من در شهر کوچیکی در کوهستان‌های بالکان به دنیا آمدم. در بلغارستان. بلغارستان خیلی پیشرفتی نکرده بود. هنر مدرن در اونجا خیلی ضعیف بود. کارهای من توی اون دوران بیشتر پروپاگاندا و رئالیسم سوسیالیستی بود. ولی من دلم می‌خواست پیشرفت بکنم. برای جوان 21 ساله مثل من در اون زمان تنها راه پیشرفت در هنر رفتن به پاریس بود. تنها راه امرار معاش هم نقاشی چهره نگاری بود. یه روز مادر ژان کلود ازم خواست که از دخترش یک نقاشی بکشم و اینجوری شد که ژان کلود رو برای اولین بار دیدم. I met him in my mother's home, and my mother had heard that a young artist painted beautiful portraits, not very expensive, and he was a Bulgarian penniless refugee. Christo painted the second and the third and the fourth, and by then, Christo and I had fallen in love. I'm very happy, so give me a kiss. God, that's the best view of all. It's beautiful, beautiful, incredible. Just like the drawing. I was so poor. I have no studio, I have nothing. And I do these packages. من خیلی فقیر بودم. هیچ جایی برای کار کردن نداشتم. شروع کردم به درست کردن این بسته‌بندی هایی که خیلی ساده بودن و وجه رقت آوری دارن. این یکی از اولین قوطی های بسته بندی شده ای که درست کردم. اولش با این مواد کار میکردم، بعدش پارچه به اونا اضافه شد. مثلا این که فقط پارچه و پلاستیکه. بعد از قوطی های کوچیک رفتم سراغ بشکه های کوچیک. Smaller size bottles. کریستو همیشه شیفته اشیاء معمولی بود و نوعی زیبایی در اونها میدید. یکی از پروژه های مورد علاقه من که از کارهای اولیه او بود به ابتدای دهه 60 برمیگرده، وقتی که او با بشکه های نفت یه دیوار آهنی درست کرد و کوچه در پاریس رو با اون مسدود کرد. این یه کار قانون شکنانه بود. براش درخواست مجوز کردن ولی هرگز براشون صادر نشد. این هم آغاز پروژه های شهری و همگانی اونا بود و هم آغاز استفاده از بشکه به عنوان سنگ بنای سازه های مختلفشون. پروژه های کریستو و ژان کلود همیشه به نوعی در حال تغییر دادن درک ما از فضا هستند. مثلا پروژه حصار روان باعث میشه که به شکل کاملا متفاوتی به پهنای بیکران زمین فکر کنیم. درسته که این پروژه درباره گذر از کیلومترها خاک و زمینه، ولی در واقع با زندگی مردم ساکن اون منطقه درگیر میشه. رفتن به یه روستای کوچیک، راضی کردن پیر و جوونی که علاقه به این کار ندارن، دونه دونه باهاشون حرف بزنیم. میدونی این یه فرایند بی پایانه. من با این کارا زندگی واقعی رو تجربه کردم. همه از من می‌پرسن چرا پروژه پارلمان آلمان رو انجام دادی؟
من آلمانی نیستم و هیچ رابطه هم با آلمان نداشتم. اما فرار از یک کشور کمونیستی در بلوک شرق بخشی از وجود منه. ساختمان رایشتاک هم به عنوان یک بنای نمادین در مرز بین شرق و غرب قرار داشت. این پروژه سه بار رد شد. یه بار در سال 1976، یه بار 1981 و یک بارم 1987. بسته‌بندی های ساختمان رایشتاگ باعث شد تا بخش های اصلی اون بیرون بزنه. در واقع پارچه باعث شد که این معماری تبدیل به مجسمه بشه. استفاده از پارچه در واقع به خصلت چادرنشینی و عشایری ما بود. همه پروژه های ژان کلود و کریستو فرایند خیلی سختی برای مجوز گرفتن داشتند. ولی پروژه دروازه در سنترال پارک نیویورک یکی از سخت‌ترینشون بود. ولی خوشبختانه دو اتفاق مثبت افتاد. یکی این که ژان کلود و کریستو قبول کردند تا تغییراتی در طراحی پروژه بدن که ساختار پارک رو خیلی عوض نکنه، و دوم این که شهرداری جدید نیویورک نگاه روشنفکرانه تری نسبت به مدیران قبلی داشت. Its predecessors had. The wonderful thing about ویژگی فوق‌العاده این پروژه این بود که با وزش باد پارچه‌ها باز می‌شدن و یه تونل نارنجی درست می‌کردن، و وقتی باد متوقف می‌شد انگار ناگهان از این تونل خارج می‌شدید، انگار توی یه شهر بازی شیک بودید. This sense that you are in this elegant funhouse almost. Artists do not retire. I do not know any artist who has ever retired. Artists do not retire. They die. Tell me. Everything Christo has done. همه کارهایی که کریستو بعد از مرگ ژان کلود انجام داد در ادامه پروژه های مشترکشون بود. فکر میکنم ژان کلود در همه اونا حضور داشت. این شکل هندسی خیلی قدیمی، حتی قدیمی تر از اهرام مصر. باستانشناس ها اون رو برای اولین بار در بین النهرین دیدن. دو پایه مستطیل و دو پایه زوزنقه داره و بهش مستبه گفته میشه. او بالاخره در لندن یک نسخه از بشکه های نفتیش رو اجرا کرد که مبنای هرمی داره. بالاخره مستبه امام آماده شد. عالی. خیلی سخته که معنای سیاسی این کار بزرگی که از بشکه های نفتی در مرکز لندن درست شده رو نبینیم. میشه گفت که به تاثیر خاورمیانه در لندن اشاره داد. جهان به سمفونی شماره 5 بتهوون نیازی نداشت، ولی وقتی اونو ساخت دیگه نمیتونستیم جهان رو بدون اون تصور کنیم. الان هم ما دیگه نمیتونیم دنیا رو بدون کارهای کریستو و ژان کلود تصور کنیم، با وجودی که قبلا نیازی به اونا نداشتیم.